وقت بخیر. بیننده مجموعه خبری 8 شب وقت تهران هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. واکنش‌ها به حضور وزیر بهداشت پیشین جمهوری اسلامی در کانادا. حامد اسماعیلیون میگوید دولت اتاوا باید توضیح دهد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از فروش دوربین‌های بوش به جمهوری اسلامی. یکی از کارمندان خاورمیانه این شرکت در دانشگاه خاتم به اپراتورها نحوه کار با دوربین‌ها را آموزش داده. گزارش اعتماد از نقش دو روحانی تندرو در هدایت تجمعات علیه پوشش زنان. برادران پناهیان بیشترین اعتراضات را سازماندهی کردند. و محدودیت‌های تازه ایالات متحده برای سرمایه‌گذاری در برخی صنایع پیشرفته چین. دولت بایدن این تصمیم را برای حفاظت از امنیت ملی اتخاذ کرده. حامد اسماعیلیون، عضو انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی، با انتشار ویدئویی از حضور حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت روحانی در کانادا، واکنش نشان داد. او نوشته بر اساس قانون مهاجرت و حفاظت از پناهندگان، قاضی‌زاده هاشمی، همسر و فرزندش اجازه ورود به خاک کانادا را نداشتند. اسماعیلیون خطاب به وزیر مهاجرت شهروندی و پناهندگی همچنین وزیر امنیت عمومی نوشت اگر حضور آنها واقعیت داشته باشد ما خواهان پاسخ و اقدام سریع هستیم. رادیو ملی کانادا به تازگی تصاویری از حضور مسافرانی را پخش کرده که در میان آنها قاضی‌زاده هاشمی به همراه دو نفر که گفته می شود پسر و همسرش هستند دیده می شود. تاریخ دقیق این ویدئو مشخص نیست، اما بر اساس گزارش‌ها دست کم این تصاویر مربوط به هفته‌های اخیر است. وزارت مهاجرت و خارجه کانادا هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. همکارم بردیو افشین و اردشیر زارع‌زاده، مدیر مرکز بین‌المللی حقوق بشر، هر دو از تورنتو برای جزئیات بیشتر و بررسی این خبر همراه ما هستند. بردیو، ابتدا اطلاعات بیشتر درباره این خبر را از تو بشنویم. واکنش ها خیلی گسترده بوده به اون تصویری که به صورت تصادفی و غیر منتظره منتشر شده بود، اما واکنش ها قابل انتظار بود به واسطه دو نکته مهم. باید بدونیم که اون چیزی که الان اتفاق افتاده درست کمتر از 24 ساعت پس از اینه که وزارت امور خارجه کانادا آخرین بسته تحریمی های خودش رو علیه جمهوری اسلامی منتشر کرده پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی و طی اون 7 نفر فرد وابسته به جمهوری اسلامی از جمله دبیر شورای عالی امنیت ملی رو در اون گنجونده. بدین ترتیب ما شاهدیم که بیش از 170 فرد حقیقی و نزدیک به بیش از 190 نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم شدن طی 9-10 ماه گذشته. و در کنار این فهرست بسته جدید تحریمی ها ما شاهد این بودیم که ملانی جولی وزیر امور خارجه کانادا تاکید بر این کرده بوده که برای اینکه اقدام های سختگیرانه تری رو اعمال کنند همچنان بیش از 10,000 فرد وابسته به حکومت جمهوری اسلامی، بسیاری از اونها وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مشمول منع ورود به کانادا میشن. همون قانونی که حامد اسماعیلیون بهش اشاره کرده شامل حال اونها میشه. اما واقعیت اینه که دیدن حسن قاضی‌زاده هاشمی در مونترال این اون هم اخیراً این میتونه این شایبه رو به وجود بیاره که اون اقدامهایی که دولت کانادا ازش انتظار میره رو انجام نمیده، در حالی که دولت کانادا جمهوری اسلامی رو سالیان سال از سال 2012 میلادی حامی تروریسم خونه و در تمام این بسته های تحریمی خودش به دو مسئله عمده اشاره داشته. این که به صورت سیستماتیک و فاحش جمهوری اسلامی حقوق بشر رو علیه شهروندان خودش نقض میکنه که ما در 10 ماه گذشته شاهدش بودیم، و در این حال به عقیده دولت کانادا جمهوری اسلامی برهم زننده نظم و امنیت و صلح بین الملل، مثلا با حمایت های تسلیحاتیش از روسیه در تجاوز نظامیش به اوکراین. بنابراین گذاشتن این دوتا کنار همدیگه این واکنش رو در بین ایرانیان کانادا به وجود میاره. ضمن اینکه همین وزیر بهداشت
پیشین جمهوری اسلامی هم حضورش در اینجا یک چیز دیگر هم دوباره روش تاکید میکنه، اون چیزی که خیلی به عنوان تصویر و ریا مقامات جمهوری اسلامی میشناسن، کسی که برای 5 سال در کابینه حسن روحانی بود و خیلی هم به یاد دارن اون زمان او وقتی با یک شاطر پا به سن گذاشته روبرو شده بود که از درد از نداری داشت و از این مینالید که نمیتونه با درآمد ناکافی داره که بخواد همسر خودش رو به فیزیوتراپی ببره، او بهش گفتش که خود بمالش خودش خوب میشه و خیلی خندیدن و این جامعه ایرانی رو به درد آورد. و حالا حضور چنین فردی در کانادا از دو جهت برای ایرانیان میتونه یادآور نگرانی‌هاشون باشه، یکی اینکه دولت کانادا اونجوری که ادعا میکنه حمایت نمیکنه از مردم معترض ایرانی و سختگیرانه رفتار نمیکنه با جمهوری اسلامی، و در این حال فرصت رو برای این افراد قرار میده، افرادی که اونا میگن 10,000 نفر رو در واقع محروم کردند و از ورود به خاک کانادا از مقامات جمهوری اسلامی، اگر یک وزیر سابق بهداشت در اون نیست این 10,000 نفر چه کسانی هستند؟ این سوالی که ایرانیان کانادا الان میپرسند. آقای زارزاده، همطور که بردیا اشاره کرد، این نخستین بار نیستش که یکی از مقامات جمهوری اسلامی پیشین یا فعلیش یا کسانی که به جمهوری اسلامی به انهای مختلف در واقع منتسب هستند در کانادا حضور دارند. این دوگانگی، این تضاد رو چطور میشه تعبیر کرد؟ درود بر شما. به نظر میرسی که واقعا دولت لیبرال کانادا برخورد دوگانه‌ای با مسئله جمهوری اسلامی داره. از طرفی وعده وعید میده، اعلام همبستگی میکنه و میگه که مقامات جمهوری اسلامی ممنوع ورود به کانادا شدن. البته این قانون از قبل بوده، در قانون مهاجرت و پناهندگی مصوب پارلمان بند 35 خیلی صریح اشاره میکنه که مقامات دولت هایی که در نقض حقوق بشر دست دارن، به خصوص مقامات ارشد، ممنوع ورود هستن به کانادا اگر وزیر این تشخیص رو بدهد. باز میذاره برای تشخیص وزیر. ولی مسئله اینه که در بخشنامه‌ای که نوامبر گذشته آمد بیرون و به تمام ادارات مهاجرت و ویزا، دفاتر ویزا ابلاغ شد، گفتن که از نوامبر 2019 به بعد این شامل همه مقامات ارشد جمهوری اسلامی میشه، دیگه نیازی به تشخیص مجدد وجود نداره. توجه داشته باشین که وزیر سابق بهداشت هنوز در اون زمان چند روزی در پست وزارت بوده و جزء مقامات ارشد هنوز حساب میشد. یعنی اگر قانون قبلی رو کنار بگذاریم و بر اساس بخشنامه جدید هم نگاه بکنیم، ایشون ممنوع ورود به کانادا هستن. بنابراین اینجا یا اشتباهی صورت گرفته یا برخورد دوگانه صورت گرفته، که خب طبیعتاً تلاش‌ها بر این هستش که دولت کانادا در این زمینه پاسخ بده که چرا این اتفاق افتاده. به هر حال خود شخص نخست وزیر وعده داده که دیگر کانادا بهشت امن جمهوری اسلامی نخواهد بود. سپاس از هر دوی شما. اردشیر زارع‌زاده، مدیر مرکز بین‌المللی حقوق بشر، و همکارمون بردیا افشین که هر دو از تورنتو همراه ما بود. در جریان جنبش زن زندگی آزادی، حدود 70 دانشجوی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران بازداشت و شمار زیادی هم با احکام انضباطی مجازات شدند. بر اساس گزارش شورای صنفی دانشجویان کشور، از هر 5 دانشجوی معترض در تجمعات دانشگاه خواجه نصیر، 3 دانشجو زن بودند. بر مبنای این گزارش، نیروهای حراست و بسیج در آبان ماه و آذر ماه گذشته بیشترین سرکوب را علیه دانشجویان اعمال کردند. پس از 16 آذر و مراسم روز دانشجو هم نیروهای امنیتی با حمله به منزل دانشجویان تنها در یک روز 13 نفر را بازداشت کردند. شورای صنفی دانشجویان کشور همچنین گزارش داده بعد از بازگشایی دانشگاه‌ها در سال جدید، بسیاری از مدیران دانشگاه خواجه نصیر و دانشکده‌های آن تغییر کردند. بنابر این گزارش، بعد از تعطیلات نوروز، حراست دانشگاه به خاطر تحمیل حجاب اجباری برای دانشجویان زن پرونده سازی کرده و برخی هم از تحصیل تعلیق شدند. همچنین مسئولان دانشگاه به همراه حراست شیوه نامه های جدید کمیته انضباطی را تغییر دادند که به تشدید سرکوب دانشجویان منجر شده. بر اساس اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، اما شرکت آلمانی بوش اقرار کرده یکی از کارمندانش آموزش استفاده از دوربین های نظارتی تشخیص چهره را در ایران ارائه کرده.
پس از افشای فروش 8000 دوربین نظارتی به جمهوری اسلامی که در تشخیص چهره کاربرد دارد، مقامات بوش اعلام کردند این دوربین ها برای تشخیص چهره کاربرد ندارند. حالا ضمن اقرار یکی از کارمندان این شرکت در خاورمیانه به آموزش کاربرد این دوربین ها در دانشگاه خاتم، شرکت بوش اذعان کرد با استفاده از نرم افزارهای جانبی می توان تصاویر زنده یا ضبط شده این دوربین ها را پردازش کرد. همکارم احمد صمدی برای بررسی این خبر از برلین همراه ماست. احمد، شرکت بوش تایید کرده که تصاویر دوربین های نظارتی رو که به جمهوری اسلامی فروخته میشه پردازش کرد. این با اظهارات قبلی مقامات شرکت تفاوت داره. چه جزئیات بیشتری در این رابطه میدونی؟ خب سیما، در همین دو روز پیش بود که اعلام شد در واقع شرکت بوش چیزی در حدود 8000 دوربین تشخیص چهره رو به جمهوری اسلامی داده و خب با این دوربین ها میشه که در واقع اگرچه در مسئله ترافیک کاربرد داره اما چهره افراد رو شناسایی کرد. خب شرکت بوش در اولین واکنش اعلام کرد که این دوربین ها رو در اختیار ایران قرار داده، اما در واقع این دوربین ها کاربرد در واقع در خصوص تشخیص چهره نداره. ولی یکی از سوالایی که مطرح شده بود این بود که یکی از کارمندان بوش هم رفته و آموزش ها رو داده که باز هم شرکت بوش این موضوع رو رد کرده بود و خب حالا بعد از بررسی هایی که انجام شده و اطلاعاتی که به دست ما رسیده، شرکت اقرار کرده که در سال 2017 یکی از مدیران منطقه ایش در خاورمیانه به تهران سفر کرده و در دانشگاه خاتم آموزش این دوربین ها رو که در واقع با سرفصل تشخیص چهره و ردیابی هوشمند اشیا هست یا همون فیس ریکاگنیشن رو در واقع اونجا ارائه کرده و خب این فعلا مشخص شده. اما با این حال بوش همچنان تاکید میکنه که این دوربین ها در واقع به صورت خودکار چهره رو تشخیص نمیده، اما میشه با افزودن یک سری از برنامه‌های جانبی، یک سری از نرم افزارها، تصاویری که زنده این دوربین‌ها نصب می‌کنن یا تصاویر ضبطی اون‌ها رو پردازش کرد و در واقع میشه گفتش که تصاویر این دوربین‌ها رو میشه در واقع از اون‌ها استخراج کرد و تشخیص چهره داد. و خود شرکت دو تا دوربین هم دو تا ویدیو رو در یوتیوب گذاشته که در همونجا هم نشون میده که چطور میشه در واقع با عکس بیومتریک که در مثلا در پاسپورت‌ها وجود داره چطور میشه که این عکس ها رو در واقع گرفت و اونها رو پردازش کرد و افراد رو از طریق اونها شناسایی کرد. حالا با توجه به این صحبتت این سوال پیش میاد که آیا این شرکت بوش اون نرم افزار رو هم همراه دوربین ها به جمهوری اسلامی فروخته یا نه؟ آیا اطلاعاتی در این زمینه دارین؟ خب این خیلی سوال بسیار مهم و کلیدی هستش که اینجا مطرح میشه. ببینید شرکت بوش تا به الان کل موضوع رو در واقع رد میکرد و میگفتش که ما اصلا همچین دوربین هایی رو در اختیار ایران قرار ندادیم، در اختیار جمهوری اسلامی نیست. اما خب حالا اعلام میکنه که این دوربین ها رو دادیم. بعد اعلام کرده بود که این دوربین ها قابلیت تشخیص چهره نداره. الان اعلام میکنه که اگر یک نرم افزار بذاریم روی این دوربین ها در واقع میشه که تشخیص چهره انجام داد. نکته ای که وجود داره اینه که خود شرکت بوش این نرم افزار رو داره و خب ازش سوال کردن کسانی که این تحقیقات رو انجام دادن که آیا شما این نرم افزار رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادین، که تا به این لحظه به این در واقع سوال پاسخ نداده. و خب به نظر میاد اگر اصرار بیشتری بشه و تحقیقات بیشتری انجام بشه میشه که پاسخ دقیق‌تر این موضوع رو از شرکت بوش و کسانی که در این خصوص دارن فعال تحقیق میکنن به دست آورد. میدونم حتما در روزهای آینده پیگیر این موضوع خواهی بود. ممنون از همکارمون احمد صمدی از برلین. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، نهادهای امنیتی در آستانه سالگرد خیزش انقلابی تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضهای سال گذشته را احضار و از آنها خواستند در هفته پایانی شهریور از منزل خود خارج نشوند. بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، شماری از بازداشت شدگان سال گذشته به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران احضار و به آنها درباره مشارکت در تجمعات اعتراضی سالگرد خیزش انقلابی هشدار داده شده. نهادهای امنیتی این کنشگران را تهدید کردند در صورت انجام هر گونه اقدامی در فضای مجازی و یا عمومی بازداشت خواهند شد. روزنامه اعتماد از نقش برادران پناهیان در هدایت تجمعات اعتراضی علیه بی‌حجابی خبر داد. علیرضا پناهیان و احمد پناهیان
دو روحانی تندرو که در سخنرانی‌ها و جلسات مذهبی بی‌حجابی را غیر قابل اغماض دانستند، پیشتر راهپیمایی را در اعتراض به پوشش زنان رهبری کردند. اعتماد در گزارش خود به مخالفت این دو برادر به ورود واکسن کرونا، ضدیتشان با برجام و افشای املاک میلیاردی آنان در شمال تهران نیز اشاره کرده. جابر رجوی، فعال و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستن. وقتتون بخیر آقای رجوی. در مورد این دو برادر چی میدونیم؟ علیرضا پناهیان به واسطه سخنرانی‌ها و مواضع تندروش تا حدودی مردم باهاش آشنا هستن. ولی در کل در مورد پیشینه این دو برادر چی میدونیم؟ سلام خدمت شما و مردم ایران. مهمه که واقعا در مورد این دو برادر صحبت بشه. علیرضا معروفیت بیشتری داره ولی احمد قدرتش بیشتره. پیشینه این، یعنی حتی علیرضا واسطه احمد وارد سیستم بیت خامنه ای سخنرانی شده. چرا؟ چون خامنه ای یک بدهکاری، یعنی رهبریت خامنه ای یک بدهکاری به احمد پناهیان داره. داستان اینه که بعد از اینی که رهبریت خامنه‌ای به وجود اومد، خب هنوز خیلی از مراجع قدیم زنده بودند و اینها، اعتراضاتی توی قم داشت شکل می‌گرفت و نامه‌ای داشت جمع می‌شد از بین اساتید حوزه. احمد پناهیان اون موقع که یک هیئتی را انداخته بودن، الان هم هست که توی کلوشه بگم یه هیئت دارم به نام محبین اهل بیت، که اون هیئت یک آموزشگاه نیروهای خودسره. اون موقع اونها رفتن و در خونه خیلی از مراجع مثلا داد و بیداد کردن، حمله کردن، حتی توی گوش مثلا یک مرجع مثل صادق روحانی میزنن. بعدها توی سال 76 توی قصه آقای منتظری اونها هم که به خانه او حمله میکنن. یعنی در یک جاهای خیلی حساس احمد وجود داشته، حضور داشته. توی سرکوب توی قم، به شروعش میگم با قم بوده، سرکوب صداهای مخالف در قم، احمد بسیار خشن برخورد کرده و به شکلی به وجود اومده که همین الانش در قم احمد پناهیانه که خیلی چیزها را اداره میکنه. در موضوع دیگه اینه که اونها یک روابطی با حزب الله لبنان دارن. احمد پناهیان روابط بسیار نزدیکی با حزب الله لبنان و شخص حسن نصرالله داره و این روابط این قدرت رو به احمد پناهیان داده که بسیار در پشت پرده فعال باشه. در موضوعاتی که احمد پناهیان دخالت میکنه، گویی که با چراغ سبز خامنه ایه. یعنی مسائلی رو که خامنه ای به یک سیاه لشکری نیاز داره، به یک چیزی نیاز داره، احمدی که اون موضوع رو اداره میکنه. بودجه های غیر مستقیم مختلفی دارن. همون تو همون قوم یه جایی هست به نام کشاف امام مهدی که مال حزب الله لبنانه ولی زیر نظر احمد پناهیانه. مؤسسه اهل البیتش، نیروهای اطلاعاتی سپاه و وزارت اطلاعات اسکلت اونن. پس احمد پناهیان قدرت بسیار زیادی داره، تو مسائل مختلفی دخالت کرده و به قول خودش ولایت فقیه براش مهم نیست، ذوب در شخص خامنه‌ای براش مهمه. از اینجا یک تشکیلات و یک امپراتوری برای خودشون درست کردن این دو برادر که بعدها دیده شده که واقعا مثلا در دانشگاه‌ها، در زیر پوست نهادهای مثلا رهبری در دانشگاه این دو برادرن. یعنی اساتید واقعا مهمه که مردم ایران این دو برادر رو خوب بشناسن، مخصوصا احمد رو. بسیاری از اساتید دانشگاه که به کنار رفته شدن به واسطه نیروهایی بودن که به احمد مرتبط بودن. یعنی احمد پناهیان از اون هیئتش یک سری افراد رو میفرسته به جاهای مختلف. تمامی شاید اکثر آخوندهای دفتر نمایندگی رهبری مال هیئت احمد پناهیان هستن. به واسطه برادر طائف بعدها تونست به اطلاعات سپاه رو به دست بگیره. اما در فضای فعلی بخوام در مورد موضوع حجاب بشم، احمد پناهیان و علیرضا پناهیان که علیرضا سخنگوی احمده، اینها به واسطه به قدرتی که امروز پیدا کردن در دولت رئیسی، یعنی احمد پناهیان و علیرضا پناهیان کسایی بودن که خیلی تأثیر هم داشتن توی اون موضوع رئیسی، حتی جلساتی با شورای نگهبان اون دوره داشتن. اینها الان یک قدرتی پیدا کردن و اون چراغ سبزی رو که خامنه‌ای میده در مورد حجاب و نمیخواد خودش رو اینجا خرج کنه، اینها میاین و اون دیوار رو درست میکنن که هیچ گونه به قول معروف هیچ گونه عقبگردی از این موضوع شکل نگیره. در واقع در عمل دیدیم که این اعتراضات رو به گونه‌ای وانمود میکردن که بخشی از جامعه موافق حجاب اجباریه و این بخش از فرهنگ مردمه، در صورتی که کاملا اعتراضات سازماندهی شده بوده.
همه موضوعات همینه دیگه. شما نگاه میکنید مثلا توی راهپیمایی ها هم که میخوان انجام بدن میرن و میگن نیروهای مردم انقلابی اومدن. نه، اینها عرض کردم به واسه همون هیئت و بعدها دفتر و نمایندگی ها، بسیج و جاهای مختلفی که دارن، یک شبکه سازی عمده ای کردن، هم توی فضای مجازی هم توی فضای حقیقی که بودجه های هنگفتی هم میگیرن. اینها میان و این نکته رو میذارن که بگن مردمن، چون اینجا دیگه جمهوری اسلامی خیلی براش سخت میشه اگر بخواهد همون ورق پلیس رو بازی بکنه. اینجاست که اینها به عنوان نیروهای خودسر وارد میشن. یک جاهای نه لباس مردم به تن میکنن، یک جاهای اینجا قبلا مثلا تو دهه 80 میدیدیم همینا به اسم مردم میرفتن و سینماها رو می آوردن پایین، جلوی سخنرانی ها رو میگرفتن. در هر شرایطی که به وجود میاد جلوتر میدیم، حاکمیت چون یک جایگاه اجتماعیش رو از دست داده، مشروعیت یعنی حتی جایگاه اجتماعی حداقلی که در گذشته داشت در بین نیروهای مذهبی سنتی، امروز به جای رسیده که دیگه نمیتونه. چون ما میدونیم که خیلی از کسانی که حجاب دارن، اون هشتگ من با حجابم ولی مخالف اجبارم درست شد، بسیار برای جمهوری اسلامی موضوع خطره. چون جمهوری اسلامی با اجبار، جدای حالا موضوع حجاب اجباری و مسائل دیگه، داره جامعه رو کنترل میکنه. اینجایی که دیگه به موضوع اختیار میرسه، یعنی دیگه موضوع مذهبی مطرح نیست، موضوع یک انسانی که تصمیم بگیره، دیگه خامنه‌ای خیلی نمیتونه اون چهره خودش رو علنی بکنه، دستگاه‌های امنیتی دیگه نمیتونن همه چیز رو پلیسی جا بزنن. اینجاست که دیگه مزدورهای مثل احمد پناهیان، مزدورهای پلاکدار، مزدورهایی که واقعا نقش‌های مهمی داشتن در به وجود آمدن اصلا وضع فعلی جامعه، اینجا هم که از پس پرده بیرون میان. یعنی همینی که احمد پناهیان امروز وارد میدان شده، یعنی که چقدر موضوع مهمه برای جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای. ممنون از توضیحاتتون. جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی. در تل‌آویو همایشی سه روزه با شرکت ایرانیان اسرائیل و گروهی از فعالان سیاسی ایرانی خارج از کشور برگزار میشه. در این همایش سه روزه که با هدف نزدیکی ملت‌های ایران و اسرائیل انجام می‌شود، علاوه بر شماری از چهره‌های سیاسی ایرانی ساکن اسرائیل، برخی کنشگران سیاسی از سوئد، نروژ و آلمان هم شرکت می‌کنند. همایش مهر و دوستی میان خواهران همزاد ایران و اسرائیل، بسیار خوش اومدید. جنبش جهانی مهر و دوستی تصمیم گرفته که اولین سمینار خودش را در رابطه با دوستی بین ملت‌های ایران و اسرائیل در اینجا در مرکز تل‌آویو تشکیل بده. پس از اینکه شاهزاده سیروس پهلوی دیداری از اسرائیل کردن و گفتاری با سران این کشور داشتن، به باور من زیباترین کار 45 ساله را انجام دادن. پیرو این اندیشه ما بران شدیم که این نشست رو برقرار بکنیم و بگیم تلاشگرای این دوران کیا بودن و چهره فضای ایران و اسرائیل رو میشه بار برتر کرد. بسیاری از فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از سراسر جهان در اینجا حضور دارند و در کنار اونها بسیاری از ایرانیان اسرائیل، فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، شاعران، نویسندگان و حتی رئیس انجمن ایرانیان اسرائیل هم در این همایشی که در سه روز در اینجا برگزار میشه و در حین این همایش نمایشگاهی هم از فعالیت‌های جنبش مهر و دوستی برای آزادی در ایران و همچنین دوستی بین ملت‌های ایران و اسرائیل تشکیل میشه نشون داده میشه. بسیاری از سخنرانانی که در اینجا سخنرانی کردند و از جاهای مختلفی از جهان اومدن، تأکید اونها پیامی برای ملت اسرائیل هستش. ملت ایران امروز بیدار شدن با قتل حکومتی مهسا، ژینا امینی. بسیاری امروز بیدار شدن، بسیاری امروز از خودشون میپرسن که چرا من هر صبح بایستی بگم مرگ بر یک کشوری که کیلومترها از من دور هستش. مهر و دوستی در واقع فرهنگ اصیل ایرانه و ایرانی، و ما اینجا هستیم که اعلام بکنیم که مردم ایران با مردم جهان هیچ گونه جنگی نداره، به ویژه با مردم اسرائیل که به لحاظ تاریخی بیش از 2700 سال اینها پیوند مشترک و روابط مشترک و دوستی داشتن. شاید بین این دو ملت یهود و ایران یک جدایی افتاده، اما برای اینکه هر دو دوباره قوی بشن به یاری همدیگه،
باید این پیوند رو ما دوباره گره بزنیم به هم دیگه. ما باید این پرچم افتاده رو بلندش کنیم و من مطمئنم به زودی زود این شدنی است و شاهزادم که تشریف آوردن در اینجا بسیار این ارتباط رو نزدیکتر و نزدیکتر کردن و امیدوارم به زودی ما جشن آزادی رو درون ایران بگیریم. تأکید این پیام برای مردم اسرائیل که حساب ملت ایران رو باید از حکومت اسلامی ایران جدا کرد. برگزار کنندگان این همایش میگویند که مهمترین هدف این همایش پس از دیدار شاهزاده رضا پهلوی از اسرائیل پیام مهر و دوستی برای ملت ایران از طرف ملت اسرائیل هستش، همچنین برعکس و اون که ملت اسرائیل هم با ملت ایران هیچ دشمنی نداره و این دشمنی ها حاصل 45 سال فعالیت های جمهوری اسلامی ایران هست. فرمانده ستاد فرماندهی ارتش آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده. جنرال مایکل کوریلا سوار بر رشته ناو موشک‌انداز توماس هاتنر در زمانی از تنگه هرمز عبور کرد که بیش از 3000 تفنگدار نیروی دریایی آمریکا برای حفاظت از امنیت دریایی وارد خاورمیانه شدند. فرمانده سنتکام در این سفر با پادشاه بحرین و رئیس ستاد مشترک ارتش امارات دیدار و گفتگو کرد. برای بررسی بیشتر این خبر میریم به کنگره آمریکا و همراه میشیم با همکارم آرش علایی. آرش، به نظر میاد جنرال کوریلا بین روزهای شنبه تا یک شنبه از تنگه هرمز عبور کرده. چرا خبرش امروز سه شنبه منتشر شده؟ این روش قطره چکانی است که فعلا پنتاگون در پیش گرفته است از زمانی که در چند هفته پیش اعلام کرد که قرار است این تعداد تفنگدار نیروی دریایی اعزام بشن به منطقه خاورمیانه. به نظر میاد که به قول آمریکایی‌ها کارت‌هاشون رو نزدیک به سینه‌شون نگه داشتن و سعی کردن که اطلاعات رو موقعی بدن که احتیاج هست. خوششون نخواهد آمد جمهوری اسلامی اگر از قبل بدونن که جنرال مایکل کوریلا داره از بیخ گوششون از تنگه هرمز عبور میکند و الان هم این خبر پس از این سفر منتشر شده است، با اینکه به نظر میآید که برخی از ملاقات هایی که جنرال کوریلا داشته توسط رسانه های محلی در بحرین و امارات متحده عربی پوشش داده شده بوده. 3000 نیروی تفنگدار آمریکایی بخش عمدهشون در بحرین مستقر خواهند بود، در جایی که پایگاه اصلی نیروی دریایی ناوگان پنجم دریایی آمریکا اونجا حضور داره و آقای جنرال کوریلا هم به نظر میاد با برخی دیگر از افسران ارتش پنتاگون الان رفتند به این ستاد. با پادشاه بحرین هم جور که شما گفتید دیدار و گفتگو کرده، با مقامات ارشد ارتش امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کرده، بعد که با خبرگزاری آژانس فرانس پرس آقای جنرال کوریلا مصاحبه کرده، گفته دید عمیق‌تری بهش داده است در مورد مشکلاتی که در منطقه وجود داره. اینو بذارین کنار خبر دیگری که اون هم به طور قطره چکانی دیروز گزارش شد در مورد اینکه پنتاگون مدتی 100 نفر از نیروهای ویژه تفنگدار خودشو داره آموزش میده در اون منطقه، تمرین دارن میکنن در نزدیکی ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین در مورد برنامه‌هایی که منجر به تامین امنیت تانکرهای نفتی خواهد شد که در تنگه هرمز می‌خوان تردد بکنند، برنامه‌های شامل نجات خدمه غیر نظامی کشتی‌ها، حمله به کشتی‌ها یا دفاع از کشتی‌ها، پیدا کردن خلبان‌های هلیکوپتر و هواپیماهایی که ممکن است سرنگون شده باشند، عملیات نجات برای اونها برگزار کردن و تمام اینها رو وقتی بذاریم کنار هم دیگه سیگنال بسیار قوی است که واشنگتن دارد میفرستد به نه تنها به تهران، به تل آویو، به ریاض، به بقیه پایتخت‌های منطقه، با توجه به سفری هم که اینجا در کنگره آمریکا نمایندگان حزب دموکرات داشتن از مجلس نمایندگان به تل آویو به منطقه رفته بودند. آقای حکیم جفریز رئیس اقلیت مجلس نمایندگان که در واقع می شود رهبر دموکرات ها اونجا با بنجامین نتانیاهو دیدار و گفتگو کرده بود و به نظر می آید که سیگنال ها در مورد حمایت از امنیت دریایی
در منطقه خلیج فارس بسیار قوی باشه. این رو هم اضافه کنم که در مطبوعات آمریکا میگویند که این اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم هست که آمریکایی‌ها نیروهای تفنگدار خودشون رو قرار است در کشتی‌های تجاری مستقر کنند. یعنی بار آخری که ایالات متحده دست به این کار زده با آلمان نازی درگیر جنگ بوده است و داشته سعی می‌کرده از امنیت تجاری دفاع کند. ممنون از تو همکارمون آرش علایی از ساختمان کنگره آمریکا. خبرگزاری تاس گزارش داد در اثر انفجار در یک کارخانه نوری مکانیکی در شهر سرگیف بوساد 50 کیلومتری شمال شرق مسکو دست کم 45 نفر زخمی شدند. این کارخانه تجهیزات نوری تولید می‌کند و نیروهای امنیتی روسیه از مشتریان آن هستند. با این حال تاس اعلام کرد سرویس خدمات اضطراری روسیه گمان نمی‌کند این انفجار ناشی از حمله پهپادهای اوکراینی باشد. رصدخانه آب و هوای اتحادیه اروپا تایید کرد ماه ژوئیه گرم‌ترین ماه ثبت شده در تاریخ سیاره زمین بوده. این رصدخانه اعلام کرده میانگین دمای هوای جهان در ماه ژوئیه حد فاصل دهم تیر ماه تا دهم مرداد ماه امسال 16.95 سانتیگراد بوده. درجه حرارتی که بسیار بیشتر از رکورد قبلی 16.62 درجه است که در ژوئیه 2019 ثبت شده بود. دولت بریتانیا در راستای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی توافقنامه با ترکیه به امضا رسانده که در چارچوب آن مرکزی برای مقابله با مهاجرت قاچاقی در پلیس ترکیه ایجاد خواهد شد. بر این اساس دولت ترکیه و بریتانیا در راستای مبارزه با شبکه‌های قاچاق انسان همکاری نزدیکی خواهند داشت. این توافق پس از سفر ماه گذشته رابرت جنریک وزیر مهاجرت بریتانیا به ترکیه انجام شده. در همین ارتباط با همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا همراه میشیم. فرزیا، سیاست‌های مهاجرتی بریتانیا تو ماه‌های اخیر بسیار خبرساز شده. از طرف دیگه هم می‌دونیم ترکیه شرایط رو برای مهاجران بسیار سخت‌تر کرده. در مورد این توافق چه اطلاعات بیشتری داریم و چه واکنش‌هایی در ترکیه به همراه داشته؟ درست، موضوع مهاجرت غیرقانونی همونطور که در انتخابات ترکیه بسیار مهم بودش، الان در حالی که یک سال به انتخابات در بریتانیا باقی مونده میشه گفتش که در اونجا هم از اهمیت زیادی برخوردار. اما دولت بریتانیا شب گذشته اعلام کردش که توافقی رو با ترکیه به امضا رسونده که بر اساس اون مبارزه خواهد شد با مهاجران غیرقانونی که از طریق ترکیه سعی میکنن که به اروپا و بریتانیا وارد بشن. در کنار اینکه اعلام شده که در زمینه قاچاق انسان این مبارزه رو با همکاری همدیگه پیش خواهند برد، در کنار اینکه خب اعلام شده که همکاری‌های اطلاعاتی انجام خواهند داد، پلیس دو کشور قرار هستش که در زمینه داده‌ها و اطلاعاتی که در زمینه مهاجرت غیرقانونی وجود داره با همدیگه همکاری داشته باشن. در همین راستا هم قرار هستش که مرکزی در تشکیلات پلیس ترکیه ایجاد بشه که با همکاری لندن بتونن که این هدف رو پیش ببرن. در واقع البته این موضوع همونطور که اشاره کردید بعد از سفر وزیر مهاجرت بریتانیا به ترکیه هستش که مطرح میشه. حالا مشخص نیستش که اون موقع به این توافق رسیدن یا بعد از اون سفر بوده که این توافق به نتیجه رسیده، اما اونچه که مشخص هستش این توافق نامه در راستای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی از ترکیه به بریتانیا هستش. اما وزیر مهاجرت بریتانیا در گفتگویی که با جی بی نیوز داشته در اونجا اعلام کرده که فقط مسئله مالی نیستش و ما داده در زمینه داده ها با هم همکاری خواهیم داشت در کنار اینکه حمایت مالی خواهد بود، اما اعلام نشده که به ترکیه در این زمینه چه میزان حمایت مالی اتفاق میفته و این مسئله هستش که در شبکه‌های اجتماعی و حتی برخی از گزارش رسانه‌ها بهش پرداخته شده که ترکیه در این زمینه چه میزان کمک مالی رو دریافت میکنه. البته این مسئله مهاجران غیرقانونی در کنار اینکه در بریتانیا موضوع مهمی هستش و روزنامه تلگراف در روزهای گذشته خبری رو منتشر کرده بود که از آغاز سال جدید میلادی 2023 بیش از 1000 نفر از طریق ترکیه از طریق دریای مانش وارد بریتانیا شدند، متقابلا در ترکیه هم شرایط مشابه هستش. وزیر کشور ترکیه دیروز اعلام کردش که طی
60 روز گذشته بیش از 35,000 مهاجر غیرقانونی در ترکیه دستگیر شدند. نزدیک به 36,000 نفر در 60 روز در ترکیه به علت مهاجرت غیرقانونی دستگیر شدند که در کنار این 17,000 نفر هم دیپورت شدند. و این مسئله هستش، خب در کنار اینکه ترکیه رو درگیر کرده، کشورهای اروپایی هم تلاش میکنن که ورود مهاجران از ترکیه رو تا حد امکان جلوش رو بگیرن. ممنون از توضیحاتت همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته گروه مزدور واگنر به دنبال استفاده از بی‌ثباتی در نیجر است و این کشور نگران آن است این گروه وارد نیجر شود. آنتونی بلینکن افزود هر جا گروه واگنر پا گذاشته مرگ، ویرانی و استثمار در پی داشته. گفته می شود رهبران کودتایی که دو هفته پیش حکومت محمد بازوم رئیس جمهوری این کشور را ساقط کردند از گروه واگنر درخواست کمک کردند. بنابر گزارش ها واگنر هزاران جنگجو در کشورهای جمله آفریقای مرکزی و مالی همسایه غربی نیجر دارد. نیجریه هشدار داد مداخله نظامی همچنان یک گزینه در برابر کودتای نیجر است. رئیس جمهوری نیجریه که یکی از بانفوذترین رهبران غرب آفریقاست روز چهارشنبه تأکید کرد مداخله نظامی در نیجر به عنوان بخشی از استراتژی برای وادار کردن رهبران کودتا به بازگرداندن قدرت به رئیس جمهور منتخب محمد بازوم یک گزینه باقی مانده روی میز است. بولا تینوبو رئیس جمهور نیجریه که ریاست جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا اکواس را هم بر عهده دارد همچنان معتقد است دیپلماسی بهترین راه حل برای این بحران است. همکارم نیلوفر پور ابراهیم و جزئیات بیشتر. مثل که این گزینه هرچند که حالا رئیس جمهور نیجریه گفته همچنان روی میزه، اما کمرنگتر و کمرنگتر شده احتمال استفاده ازش به دلیل پیچیدگی هایی که داره و به دلیل اینکه کودتاچیان فرزند سفیر نیجر در فرانسه رو که همچنان در پست خودش در پاریس باقی مونده با وجود کنار رفتن دولت رو در نیامی دستگیر کردن، به نظر میرسه برای فشار آوردن بیشتر بر فرانسه و کشورهای غربی. تا
دولت آمریکا قرار است محدودیت‌های جدیدی بر سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی در برخی صنایع پیشرفته چین اعمال کند. نیویورک تایمز به نقل از منابع خود نوشته دولت بایدن این تصمیم را که به تنش‌ها با پکن دامن می‌زند به دلایل حفاظت از امنیت ملی اتخاذ کرده. در صورت صحت این گزارش، این اقدام یکی از اولین گام‌های مهمی است که ایالات متحده در تقابل اقتصادی با چین برمی‌دارد تا جریان‌های خروج پول از کشور را کنترل کند. همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ماست. مریم، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری در چه زمینه‌هایی خواهد بود؟ این محدودیت هایی که دولت بایدن گفته که برای حفاظت از امنیت ملی آمریکا خواهد بود در چند بخش فناوری پیشرفته مثل محاسبات کوانتومی و هوش مصنوعی و همچنین نیمه رسانه های پیشرفته خواهد بود و پس از این بر اساس این محدودیت های جدید و فدرال که شرکت های خصوصی و شرکت های بزرگ باید مکلف هستند در واقع که هر نوع سرمایه گذاری که قرار هست در این صنایع در چین انجام بدن رو به دولت فدرال اطلاع بدن. دولت بایدن و منابع قبلا هم گفته بودند و منابع هم در واقع تایید می کنند که این محدودیت ها به دو دلیل اعمال شده. یکی نظارت و جلوگیری از خروج دلار یا پول آمریکایی از کشور و مخصوصا میان چین و آمریکا و دیگری هم موضوع امنیت ملی. مقام های دولت بایدن قبلا هم گفته بودند که این محدودیت ها فقط در چند بخش محدود اعمال میشه، مخصوصا بخش هایی که میتونه به ارتش چین و یا بخش جاسوسی دولتی این کشور کمک بکنه. دوباره مقام های دولت بایدن تاکید کردند که این محدودیت ها تجارت قانونی میان دو کشور رو تحت تاثیر قرار نخواهد داد، ولی به هر حال این یک قدم بسیار بزرگی هست که برای اولین بار برای تقابل با پیشرفت اقتصادی چین داره ایالات متحده آمریکا برمی‌داره. این تصمیم چه تاثیر رو روابط دو کشور می‌گذاره؟ همونطور که ما در ماه‌های گذشته دیدیم دولت بایدن داره تلاش می‌کنه که تنش‌ها میان دو کشور رو بر سر رقابت‌های کلاً تجاری کاهش بده و همین به همین دلیل بود که قبلاً وزیر خزانه‌داری آمریکا به چین سفر کرد و دیگر مقام‌های آمریکایی تا بتونن این تنش‌ها رو کمتر بکنن. ولی کارشناسان در مقاله‌ای هم که نیویورک تایمز منتشر کرده تأکید میکنه که این محدودیت ها میتونه تنش ها رو بیشتر بکنه، تنش هایی که هر دو کشور در تلاش هستند در چند ماه گذشته کمتر بکنن. ولی گفته شده که از این سرمایه گذاری های آمریکایی قبلا چین استفاده کرده برای پیشرفت در ارتش و همچنین گسترده کردن جاسوسی خودش و این میتونه به امنیت ملی آمریکا ضرر برسونه، ولی هنوز کاخ سفید به این موضوع واکنش رسمی نشون نداده. ممنون از توضیحاتتون همکارمون مریم رحمتی از نیویورک. جشنواره گلها از رویدادهای مهم فرهنگی کشور کلمبیا است که همسال در شهر مدئین این کشور برگزار میشه. تصاویری از رژه کشاورزان و دسته های گل رنگارنگ که به اشکال ویژه‌ای گلارایی شدن با هم ببینید. سپاس از همراهیتون با خبرهای این ساعت. وقتتون بخیر.